تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. سر سفره قرآن هستیم، از اول شروع کردیم، جزء 24 هستیم، سوره فصلت حامیم سجده و الان آیه 25. وقیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و حق علیهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين. قیضنا یعنی ما بر اونها پوشاندیم، اونها را با یک همنشینانی دور تا دور این افراد منحرف یه همنشینایی قرار دادیم. قیزنا یعنی پوشش دادیم برای اینها، قرارا یعنی همنشین. ما با یه همنشینان بدی دور اینا رو گرفتیم، دور اینها یه مشاهده به نااهل جمع شدن. فزینوا لهم ما بین ایدیهم، این برای قربانگوهای چاپلوس ها متملقین، اینها هم زشتی ها اینها رو برشون زیبا گفتن، گفتن نه اتفاقا خوب کردی، هر کار غلطی بود گفتن بله قربان حق با شماست، فکر شما درسته، حزب شما حقه، این را درسته. فزینوا لهم ما بین ایدیهم هم و مخالفان، کارهای گذشته و پیش روشون رو همه گفتن نه همین کار درسته. چون این طور شد حق علیهم القول، یعنی اون فرمان عذابی که در امتهای قبل بر جن و انس نازل شد، اون فرمان عذاب برای اینها آمد. انهم کانوا خاسرین، اینها خسارت کردند. خب نکاتی که استفاده میشه اینه که دوستان فاسد فکر و شخصیت انسان را میپوشونن، چون قیزنا یعنی پوشش دادن، با قرآن اینا رو پوشش دادیم، یعنی دوست فاسد میاد فکر آدمو میپوشونه، نمیذارم حقتو ببینه، مثل آدم که جلوی چشم آدم میگیره نمیذارم حقو ببینه. این دوستان دور آدم جمع میشن، انسان را از درک واقعیات محروم میکنه. و معلوم میشه یکی از کیفرهای خدا دوسته بده، میگه قیزنا، ما به خاطر انحرافی که داشتن دور اینها را آدمای نااهل کاشتیم، گماردیم. پیداست که اگر دور تو دور آدم دید آدم نااهلی دور آدم هست، معلوم میشه که یک کیفر الهیه، با رفیق میشه شناخت. گفتن که از شخصی مرده چجور آدمیه، گفتن برید ببینید کیا تشه جنازه شن، معلوم میشه هم نشینه. بعد یکی از قهرهای خداست، یکی از کیفرهای الهیه. فزینوا لهم ما بین ایدیهم، ای زینوا لهم الشیطان اعمالهم. قرآن جای دیگه میگه شیطونه که زشتی ها رو زیبا جلوه میده، رفیقای بدم که زشتی ها رو زیبا جلوه بدن، اینها هم عملا شیطان هستن. خب انسان به طور طبیعی زیبایی رو دوست داره و لذا اومیان زشتی ها رو زیبا میکنن، چون با طبع انسان زیبایی دوست داره. خب و حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم، در امتهای قبلی هم ما آدمای منحرف که حاضر نبودن مکتب انبیا رو بپذیرن، معجزات انبیا رو نادیده میگرفتن، با نااهلها چف میشدن، جوش میخوردن، مقاومت و لجاجت میکردن، ما امتهای قبل هم نابود کردیم. یعنی کار ما و سنت ما اینه، برنامه ما اینه که عقل میدیم، فطرت میدیم، منطق میدیم، معجزه میدیم، تکرار میکنیم، تذکرات خودمون را دیگه گردیم، با هیچ سراتی مستقیم نیست، اینو دیگه
هلاکشون چون اینا تو بودن حق علیهم القول، یعنی اون فرمان عذابی که برای امت قبلی بود برای اینها هم هست. انها کانو خاسرین. خب عرض کنم با شما که میگه که قهرمان و امت قبل من من الجن و الانس، این معلومه جن هم مثل انس، انسان است و تکلیف دارست و مورد امر و مورد نه قرار میگیره، مؤمن داره فاسق داره، فاسقینش توبه دارن لجاجت دارن، فاسقین لجوجشون مثل فاسقین لجوج انسان ها گرفتار قهر و غلب میشن. انهم کانوا خاسرین. این خسارت است که انسان رفیقای خوب رو رها کنه دورش رفیق بد بشینه، به جای واقع بینی بله قربانگوها خرابگوی های انسان را به انسان خوب جلوه بدن، این خسارته. خب از آیه 25 بگذاریم بریم سراغ آیه 26. بشنوید. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کفار میگفتن گوش به حرف قرآن ندید، پیغمبر که قرآن میخون گوش ندید. والغوا فيه، والغوا فيه یعنی سخن لغو و باطل پرتاب کنید، به قول امروزی ها پارازیت. سخن الغوا فيه یعنی پرتاب کنید سخن باطل را، حال تو با حرف لغ، با شعار، با عمل بد، با سود کشیدن، کف زدن، جار و جنجار را انداختن، افسانه، ایجاد تردید، سؤال نابجا، هر کاری میکنید بکنید، فقط نگذارید سخن قرآن به گوش مردم برسه. لا تسمعوا لهذا القرآن، گوش به حرف این قرآن ندید. والغوا فيه، کلماتی را القا کنید که لعلکم تغلبون، شاید شما پیروز بشید. این معلومه تبلیغات سو علیه دین همیشه بوده. کسانی هم که حرف منطقی ندارن باید با کف و سوت و هاوچیگری و جار و جنجال جلو حق رو بگیرن. معلومه شنیدن قرآن جاذبه داشت که اینا به مردم میگفتن که قرآن نشنوید، چون جاذبه قرآن اینها رو جذب میکرد و پیغمبرم دائما مشغول بود و اینها عصبانی بودند دست پیغمبر. خب هوچیگری میکردن. ابزار کار کفارم یابه‌سراییه، پیغمبر معجزه میاره و حرف منطقی میزنن، اونا میگن سوت بکشید حرف منطقیشو مردم نشنون. یعنی کار پیغمبر منطق و اعجازه، کار اونها هوچیگری و جنجاله. خب بعد هم میگه لعلکم، شاید پیروز شید، یعنی لازم نیست، یعنی اگر امید دارید چند درصد هم ممکنه موفق بشید، به همین امید بازم شما این کار رو بکنید. خب این آیه 26 هم تمام. باید مواظب باشیم که این همیشه طرفداران حق حق رو میگفتن، همیشه هم افراد با سمپاشی، با شایعه، با تهمت، با هوچیگری یه کار میکردن که این حرف حق به گوش مردم نرسه. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده که هم حق را بشنویم، هم به دیگران بشنوانیم، هم تسلیم حق باشیم و هم اگر یه حق رو گفتیم در مقابل ما موجهای باطل و جنجالگا و هوچیگری های را افتاد، این موجها و هوچیگری ها ما را به عقب نشینی وادار نکنه، در حق و تبلیغ حق و فهم حق و عمل به حق مقاوم باشیم. خب آیه 25 و 26 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.